خیلی ممنونم از دعوت شما توی این روزها از وزارت اطلاعات رفتن خونه برادرم علی علی نجات که پدر 45 ساله است جلوی چشمای دو فرزند خورد سالش او رو بازداشت کردن جرمش اینه که برادر منه به خاطر فعالیت من او رو مورد تعقیب قرار دادن از طرفی از وزارت اطلاعات تهران رفتن خونه همسر سابقم در بابل و برادر ایشون هادی و خواهر ایشون لیلا لطفی رو بازداشت کردن و دنبال این هستن که چه رابطه‌ای با من دارن همه اینها نشون میده که در واقع خانواده من رو گروگان گرفتن تا اونها رو تحت فشار قرار بدن و مادرم رو به لحاظ عاطفی تحت فشار قرار بدن تا من از فعالیت‌های خودم دست بردارم در این لحظه من هیچ خبری از اینکه خانواده من در چه شرایطی هستن ندارم به جز اینکه مادرم تماس گرفت مادری که در تمام این سالها اگرچه عاشق جمهوری اسلامی افکار متفاوت با من داره ولی همیشه با عشق با من حرف میزد برخلاف همیشه دیروز زنگ زد و اول با التماس بعد با خشم و عصبانیت فریاد میزد که در این چهل سال گذشته آمریکا شش تا رئیس جمهور عوض کرده اما نتونستن جمهوری اسلامی رو عوض بکنن پس تو هم کاری نمیتونی بکنی تمومش کن تمومش کن نکن نکن و با فریاد تلفن رو قطع کرد این گفتمان مادر من نیست مادر من یک زن عاشق دوستش داره فرزندانش رو همیشه خانواده رو کنار رو هم دیگه نگه داشت این گفتمان حکومت ماست گفتمان وزارت اطلاعات و امنیتیه که خانواده من رو شکنجه کرده اولین بار هم نیست مادرم رو پیشتر بردن و او رو دو ساعت بازجویی کردن که چرا با من ارتباط داره برادر من هم قبل از اینکه بره ویدیویی ضبط کرد و به من گفت چه فشارهایی رو دارن خانواده من تحمل میکنن و در تمام این مدت از اونها خواستن که از من بخوان که ساکت باشم نتیجه نداد و الان خانوادم رو گروگان گرفتن و نمیدونم کجا دارن نگهداریشون میکنن. آیا نگران ادامه این فشارها بر اعضای خانوادتون در ایران هستید؟ طبیعیه که هم من نگرانم و هم میلیون ایرانی دیگه من از زمانی که خانوادم رو گروگان گرفتن ویدیوهای زیادی گرفتم از کسانی که پیشتر از من اعضای خانوادهشون رو به دلیل فعالیت بستگانشون در خارج کشور در داخل ایران بازجویی کردن ممنور خروج کردن و این کار اسمش گروگانگیریه تلاش هم کردند که عذاب وجدان رو به من منتقل بکنن بسیاری از کسانی که در داخل ایران هستن این تجربه رو دارن یعنی زنگ میزنن میگن اگر تو سکوت نکنی فشار بر خانواده بیشتر میشه اما من میخوام از همین جا از همین تریبون استفاده بکنم و به مادرم و بقیه اعضای خانواده که اونها رو گروگان گرفتن بگم که ما نباید عذاب وجدان بگیریم اون کسی که شکنجه میکنه اون کسی که گروگان میگیره اون کسی که زندانی میکنه افراد بیگناهی مثل برادر منو مثل مادر سهیل عربی رو مثل مادر رو مثل مادر مصطفی کریم بگیر و که اینا فقط دادخواهی کردن ولی الان گروگان این حکومت هستن اونها باید عذاب وجدان بگیرن مقصر این گروگانگیری ما فعالان مدنی نیستیم مقصرش حکومتی است که در داخل سرکوب میکنه ولی در خارج کشور مثل آقای روحانی آقای ظریف میان و کاسه گدایی رو پیش آمریکا دراز میکنن مقصرش حکومتی است که در واقع فرزندان خودش و آزادادارش رو به خارج کشور میفرسته ولی منو به عنوان دولت متخاصم معرفی میکنه و حتی به عزیزترین کسان من میگه اگر ارتباط برقرار کنیم با جرم هست بنابراین نه تنها من نگرانم میلیون های ایرانی نگرانن و امیدوارم که این باعث بشه سکوتشون رو بشکنن حکومت میخواد ما رو خفه بکنه این سکوت رو بشکنن و در مورد روند گروگانگیری خانواده هاشون با صدای بلندتر حرف بزنن مسیح علی فعال حقوق زنان در واشنگتن متشکرم